و اینکه به چه معنا ارگانیک هست و توی جلسه سوم یا چهارم در موردش صحبت می‌کنیم که باز اونجا به خود شنکر ارجاع میدیم، ولی قبلش باید یه بحثی رو در مورد هگل آغاز بکنیم که هگل چجوری در واقع در منطق خودش ارگانیزم رو به طبیعت هدیه میده، یعنی به عنوان یک پیش درآمد اگه بخوام به اون جلسه ارجاعی بدم اینه که هگل در واقع کسیه که در نهایت مفهوم ارگانیزم رو جایگزین مفهومی میکنه که در حد فاصل دکارت تا حتی بگیم فیشته اون مفهوم مکانیزم بود، یعنی اونها طبیعت رو در واقع مکانیزم میدیدند، هگل طبیعت رو ارگانیزم میبینه و ارگانیزم یک مرحله جلوتری از مکانیزمه. ارجاع میدیم تو منطق هگل با هم دیگه میخونیم که نسبت جزء و کل توی مکانیزم چجوری کار میکنه، نسبت جزء و کل توی ارگانیزم چجوری کار میکنه. آثار موسیقایی که تا قبل از مثلا آثار کوپران، مثلا آثار حتی خود رامو، اینها به چه شکلی مکانیستی هستن، به همون معنای مکانیستی هستن که مثلا درک کانت از روابط نیروهای اجتماعی هم مکانیستی بوده، یعنی مکانیزم یه نمودش توی اجتماع، یه نمودش توی سیاست، یه نمودش توی اثر موسیقایی، یه نمودش توی هنر، یه نمودش توی در واقع سیارات، یعنی هگل از بحث سیارات شروع میکنه. حالا اینا میگم دارم پیش درآمد میدم، میخوام راجع به کوهرنس صحبت کنم، ولی راجع به ارگانیک، اینکه مفهوم ارگانیسم مفهوم خیلی پیچیده است و اینکه آلمانی‌ها به این مفهوم میرسن، یه 5 دقیقه راجع به ارگانیک حرف میزنم. 5 دقیقه ببین توی همین نوشته که من به شما دادم برای جلسه دوم، یه جایی چون همیشه مشکل اینه که از کجا شروع بکنم، یارو مثلا این دفعه از بند مثلا 11 خب این مثلا بهتون دادم، یه جایی توی همین همنهاد آزاد یا فرایزات شنکر دیگه توی مقدمه دامنش از دست میره و نمیتونه همه این مفاهیم رو به اون شکلی که میخواد انتقال بده، انتهای مقدمه مینیسه آفوریزمز، گزینگویه دیگه، این گزینگویه ها رو همین جوری میاره وسط، یکیش الهیاتی، یکیش فلسفی، یکیش غیرت. تا حدی من این گزینگویه رو براتون ترجمه کردم توی جلسه دوم، مثلا شده 16 تا. این 16 تا رو اگه هر کدومش رو باز کنیم، هر کدومش رو تو جلسه برسیم بهش بپردازیم، یه درکی به ما میده. مثلا تو 11 ببینید چی میگه. هر هستنده ارگانیکی اینا رو از هگل گرفته، در آرزوی هستنده ارگانیک دیگری است. خب و هنر که خود امری ارگانیک است، از نفس انسان که خود امری ارگانیک است برمی آید. اینجا هگل تکلیف این که اثر موسیقایی به چه معنا باید در تاریخ هستی می داشت رو مشخص کرد. مشکل پیش اومده؟ نه، یاد می شود. خب اگر طبیعت یک مفهوم ارگانیک باشه، هگل به طور کلی که تکلیفش جداست و شنکر در یک رساله‌ای به نام در باب نسبت هنر با صورت کلی اشیا، که خیلی رساله مهمیه توی شنکر و این توی مجله‌ایه که خودش یک تنه این مجله رو چاپ می‌کرد به خاطر اینکه ریمانیون اصلا اجازه نمی‌دادن این تو جامعه حرفی برای گفتن داشته باشه، یه مجله رو خودش دست چندین شماره 10 شماره خودش مسئولیت چه بوده میگه و همیشه قسمت آخر اون مجله یک همچین قسمتی بود، یعنی این ایده رو بس میداد که اینجا فلسفی ترین ایده های شنکر رو شما میتونید بخونید. اونجا توضیح میده هم شنکر به طور خاص و هگل به طور کلی که طبیعت به عنوان یک مفهوم ارگانیک بایستی خودش رو و قوانین خودش رو توی یک مرحله دیگری در فرزند خودش برسه که اون هیومن سول هست، یعنی توضیح میده که چگونه نفس انسان نتیجه تکاملی اینه که طبیعت به مثابه امر ارگانیک باید قوانین خودش رو در اون بریزه و اگر این
مکانیزم درست، نباید بگم مکانیزم، این ارگانیزم درست عمل بکنه، به همون معنایی که انسان و نفس انسانی فرزند طبیعته، هنر فرزند نفس انسان. چون اینجا دوباره انسان میتونه ابزار تولید بکنه، از ابتدا هومو ساپینس، هومو فابره، داره ابزار تولید میکنه. اما این ابزار دو حالت براش به وجود میاد. گاهی ابزاری تولید میکنه که مکانیزم داره، یعنی مکانیستی عمل میکنه، اما در یک برهه ای از تاریخ میتواند ابزاری تولید بکنه، چیزی رو تولید بکنه که هایدگر هم همینا رو میگه، چیزی رو تولید بکنه که ارگانیکه. به همون معنا ارگانیکه، نفس انسان ارگانیکه، یعنی به همون معنا که انسان میتونه خودش رو جدا از طبیعت بکنه و خودش با دست و پای خودش کار دیگه بکنه، مثل انسان شرور عمل بکنه، جدا از طبیعت بشه. این حیوان به شر مبتلا نمیشه. خب حیوان هنوز مرحله ای از تکامله که درون خود مکانیزم طبیعته. حیوان مکانیزمه، در واقع نباتات مکانیزمه، نمی تو منطقه هگل هست با. اما انسان به مسابقه موجود ارگانیک هم قابلیت این که جدا بکنه خودشو از طبیعت و هم شرارت ببرزه و از اون سمت در راستای طبیعت عمل بکنه رو داره. ابزار انسان هم تو این دو ساحت میتونه کار بکنه، یعنی یه ابزاری میسازه که مثل میز یا مثل تکنولوژی به طور کلی، به همین معنام های دیگر منتقد تکنولوژی هست، ولی یه جایی میتونه ابزاری بسازه که به همون معنا که نفس انسانی ارگانیکه و اون هنر قرن 18 هست به طور خاص، و به طور خاص هم موسیقی هست. باز اینم اشتباهی که ما تصور بکنیم این ارگانیزمی که هگل داره ازش حرف میزنه یا شنکر داره ازش حرف میزنه در مورد همه هنر رو صادقه، نه در مورد همه هنر رو صادقه، نه در مورد موسیقی همه موسیقی ها صادقه، فقط در مورد یک لحظه خاصی از موسیقی در تاریخ صادقه. اینم اون جاییه که ما میگیم که معمولا در نظام طبقه بندی هنرها دوچار مشکل میشیم، به خاطر اینکه این وجه رو اغلب نادیده میگیریم یا متوجهش نمیشیم. در نظام سلسله مراتبی هنر ما اولا وقتی کانت داره در مورد امر والا صحبت میکنه، به نظر من فقط داره راجع به موسیقی صحبت میکنه، و اونم نه نوع خاصی از موسیقی که به مکانیزم دوچار مثل موسیقی کوپران، بلکه حد فاصله باخت تا شوینبرگ. این اون چیزی که ما از مفهوم ارگانیک میفهمیم به طور کلی. وقتی میگه حالا این انسجام ارگانیک در خود اثر یعنی چی؟ این یه وجهشه، یعنی وجه این که چرا ارگانیک رو توی یه سری آثار بررسی میکنه شنکر، این که چگونه انسجام داره و نسبت جزء و کل چجوری داره عمل میکنه. مثل اینکه شما جزء و کل نفس انسان رو بسنجید، انسان داره ذهن، بدن در یک تعامل همواره تا انتها با خودش کار میکنه. توی اثر موسیقایی هم جزء و کل داره به همین شکل کار میکنه، که شنکر داره وقتی راجع به کوهیرنسی صحبت میکنه منظورش این کوهیرنسی.